سلام برای یوتیوب مامانا و باباهای آینده یا مامانا و باباهای حاضر آقا این اپیزود راجع به بچه داریه براتون میخوام صحبت کنم خیلی اسپسیفیکلی راجع به زبون چون خیلی راجع به زبون بچه حرف میزنن و من چیزی که فهمیدم که خیلی اطلاعات اشتباه وحشتناک زیاد وجود داره و خواستم اینو کمکی بکنم به کسایی که خواستن کار منو بکنن آقا من دو تا بچه دارم پاشا زبون فارسی روسی انگلیسی اسپانیش اسپانیایی و مندرینه که میشه چاینیز یا چینی این پنج تا من بهش یاد دادم خب به مامو فقط سه تا زبون یاد دادم فارسی و انگلیسی و روسی حالا چرا چطوری شد از این عرف. ببین پاشا اومد خونه من روسی بلد بود من بهش فارسی یاد دادم فارسی یاد گرفت بعد من گفتم که خب آقا ما کارتون انگلیسی میزنیم منو نلاشم که انگلیسی حرف میزنیم پس این بچه انگلیسی هم یاد میگیره بالاخره بیرونم هم میره با, با مردم حرف میزد انگلیسی حرف میزد کلاس فلان هم که میرفت مثلا 5 سال گرون ترین کودک حداقل اینجا رو میرفت روزی 8 ساعت میرفت مدرسه خب همش انگلیسی بود دیگه خب ما به امید بودیم که داره انگلیسی یاد میگیره بعد من یه دونه مقطع کودک دیگه گذاشتم کردمش یک سال به علاوه یه دونه معلم خصوصی چینی سه چهار تا معلم هم عوض کردم یه دونه نانی هم براش گرفته بودم نگه پرستار پرستاش اسپانیایی بود به علاوه سه تا معلم متفاوت چهار تا معلم متفاوت اسپانیایی که به این اسپانیش یاد بدن خیلی رو 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 روی پلان و هر سه هفته هر هفته سه بار بیان و من بگم امروز بهش چی یاد داد من با پاشا هر روز کار کنم ببینم آب چی میشه به اسپانیایی ها ان چی میشه به چینی خلاص فاست فوروارد کنیم و سه چهار سال گذشت پاشا چهار ساله داره اسپانیش یاد میگیره نانی داره با, با نانی اسپانیش حرف میزنه چینی صدا شد دارم که کامل مثلا داره داستان تعریف میکنه تو چینی فلان بسا یاد خونه بود و بهش گفتم که پاشا مثلا رفتیم مسافرت یکی دو نبودیم مثلا چی کات بود یکی دو ما خونه گفتم که پاشا ام... چیز چی میشه یه چیز یه چینی به من بگو هرچی و گفت نی گفتم که مادر که س... من به یاد دادم قبل از اینکه بری کلاس گفتم نی میشه سلام بارو مادر بگو سلام دیگه چی یاد گرفتی یه چند دقیقه فکر کردم هیچی گفتم دایوس دو سه سال کلاس ده ها هزار دلار پول وقت برو بیا فلان یک کلمه بلد نیستی حتا نه اه. اوکی اسپانیش آب چی میشه نمیدونم درخت چی میشه اینا دیگه مثلا انقدر گفتم من یاد گرفته بودم آهم این چی میشه اون چی میشه نمیدونه هیچ رو نمیدونه بعد گفتم که عجیب خیلی عجیب این همه وقت صرف کردیم این همه پول خرج کردیم برای معلم اسپانیشش ساعتی 50 دلار میدیم یارو دو دکترا داشت میاد 200 دو, دو ساعت هفته یا هفته 300 دلار فقط پول مثلا اسپانیشش بود به علاوه این یعنی اسپانیش داشت هیچ چی ای. همه رو یادت رفت بابا همه رو بعد تو همین فاصله مدرسه هم شروع شد گوشش مدرسه دیدیم آقا مدرسه انگلیسی هم بلد نیست بعد مدرسه فکر کرد که پاشا احمقه که فرستانش از این کلاس ها که تست که ببینن اگه به مدرسه احمقا که مثلا بهشون یارون آروم, آروم چیز یاد میدن از این حرفا من چه اتفاقی داره میفته مولا هکر نشسته به ما گفته بود که بچه رو بچه میشه نمیدونم اسپانج میمونه و هرچی چی بشی بگی یاد میگیره آقا اصلا این داستانا نیست بچه این خود آدم میمونه که فقط وقتش بازه بعد چون هیچی هم بلد نیست دوست داره یاد بگیره همین حالا چه اتفاقی افتاده ما که پاشا رو هم می‌ذاریم زبون متفاوت پاشا خب وقتی میره تو کلاس چینی نمیفهمه معلم داری چی میگه خب روزا ما معلمش میگه شما چینی حرف زدن هیچ هیچی نمیفهمه یا وقتی مثلا معلم اسپانیش میگه میگم یه اولا کاماستا پاشا هیچی نمیفهمه کاری که کرده بود یاد گرفته بود توی این همه سال که ما اینو گوشیم کلاس متفاوت یاد گرفته بود که چطوری فقط معلم ها رو کنه لبخند بزنه و سرش تکون بده که معلم فکر کنن یاد گرفته یا مثلا به پاشا میگفتن که سلام چی میشه به چینی سلام پاشا پاشا اینجوری بود بعد میگفتن نی 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 بعد میگفتن ها نی ها؟ خب اینجوری بود که یعنی مثلا انگار میدونه هر تو بعد این رو با همه چی میکرد بعد آقا پاشا رفت مدرسه حالا فکر کنم همه دارد مدرسه دارن چیز میز یاد میگیرن پاشا هیچ هم یاد نمیگیره مثلا هر روز داره عقبترم می‌افته میفته یعنی سر اینکه من اومدم به پاشا پنج زبون یاد بدم باعث شد که پاشا رو در واقع دو تا زبون رو مثل فارسی و روسی رو در واقع نصف نیمه یاد بگیره انگلیسی و چینی و اسپانیایی کاملا از پرده رفت بیرون. یعنی هیچی تو بازی نبود هیچی یعنی اصلا نه انگاه. انگلیسی میگم ده کانادا زندگی میکنی ننه بابات بیس شاس رو حرف میزنن هفته چل ساعت رفتین مدرسه ای که ماهی سه هزار دلار پول میگیره واسه که به تو انگلیسی یاد بده چطوری تو پنج سال بغل مام بابات تو کانادا تو کلاس انگلیسی انگلیسی یاد نگرفتی یعنی پنج سال یاد گرفت فقط بگه هم 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 خسدی خوش در بیار از این خلاصه آقا برای عکسی که میخوام به بچه‌تون زبون یاد بدین داستان زبون اینجوریه زیادش که بکنین بچه خود گیج میشه بعد احساس میکنه نفهمیدن نرماله چون وقتی من میذارم که واسه پاشا میذارم که چینی پاشین نمیفهمه من نمیام سر پاشا داد بزنم که چرا نمیفهمی معلم عصبی نمیشه که چرا نمیفهمی براشون طبیعیه و چیزی که پاشا یاد گرفته بود این بود که اوکی بری توی کلاس نفهمی و فقط سر تکون بدی وقت بگذره توی این حرفه ای شده بود پنج سال تمرین داشته بود که از کار در بره به قول معروف که دیگه نه کجا اومد بالا تو مدرسهش وقتی فکر کردن پاش عقب مونده است که ما دادن که آقا ما فکر میکنیم پاشو مثلا باید بری کلاس این مثلا اینا که نیدز دارن و نمیدونم شما اوکی هستی ما اینو بفرستیم پیش مثلا روان پزشک و معلم زبون و اینا که ببینیم پاشو مثلا عقلش تو چه لولیه ما گفتم شور بفرستین رفت اونجا اونجا گفتم که نه مثلا بچه نرماله اونا نفهمیدن داستان چیه ولی من فهمیدم داستان این بود بخاطر این بچه زبون بلد نبود بعد آقا ما شروع کنیم به این یه کلمه رو یاد بدیم قشنگ میادمه بی ای با بی ای میگوتم یکی ای از اینا میشه با یکیشون میشه به فقط هم میخواستم این کلمه ای و ا رو یاد بگیره فقط همین که اگه سی بزنیم با ای میشه س... مثلا س, س... اون که میشه س آقا این رو یاد نمیگرفت مدرسه دیگه سر همین نامه زد که آقا پاشو مثلا خیلی عقبه تو یاد گرفتن مثلا گفتم خلا خدی که جو ندین دیگه بابا من مدرسه گفتم آقا جون مثلا شما مدرسه وظیفتون درس بدین چرا از من انقدر درخواست دارین من وظیفه‌ام نیستش یاد بدم بقیه مادر پدر دیوانن به من چه تو سن 4 5 سالگی من بچه‌شون یاد میدن ای بی سی یاد بگیره بعد الان بلدن اونا از پاشا جلوترن و من دلم می‌خواد تو سن 3 و 4 سالگی بچه‌ام اشغال کنه بره بیرون بازی کنه من نمی‌خواستم بهش بشم ای بی سی یاد بدم تو مدرسه که میاد شما وظیفتونه به من چیکار داریم نه اوکی یه خورده گذشت و بعد دوباره چیز کردن که آقا این چی نمیفهمه بعد یه دگی مدرسه بودم چی میگین این داستانش چیه یه حرفا میزنین گویا آره ببین پاشم مثلا لول نوشتن خوندنش لول 3 حالا مثلا سال اول دیگه گفتم بابا بر پدر مادرتون لعنت دیگه لول 3 دیگه چی میخوای باشه چرا نمیسم چند تا لول دارن بعد از پاشا پرس یعنی از معلم پرسیدم خب چند تا لول هستش اینجا گفت ما 60 تا لول داریم 60 تا آره الان باهوش ترین بچه لول 52 احمق ترین بچه بعد از پاشا لول مثلا من گفت 22 یه چیز اینجوری گفتم پاشا 22 جخشید خنگ بچه 22 بعد دیگه 21 20 19 هیچکی وجود نداره تا سه که آره هیچ هم یاد نمیگیره گفتم اوکی دیگه این جدی شد اومدم خونه مامان به النا گفتم که النا دیگه تو هر روز بعد روزی نیم ساعت بری با پاشا همین ABC کار بکنی که پاشا بتونه یاد بگیره بخونه چون خیلی آف لول 3 و فلان النا شروع کرد باهاش نزدیک دو ماه و نیم سه ماه باهاش چیز کرد باهاش کار کرد و آم، بعد دو سه روز و خونه یعنی تو اتاق دیدی قیافه قرمز عصبی گفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم پاشا رو داره من روانی میکنه با بابا شما همتون کونگو شدی نمیفهمید بده خودم برم رفتم پیش پاشا گفتم پاشا جون بی ای میشه ب بی ای میشه ب بی ای چی میشه نمیدونم بی ای میشه ب اوکی ب بی ای میشه بی بی حالا بی ای چی میشه نمیدونم ای 45 روزم من هر رو باش کار کردم همینا فقط بی ای بی هیچ کلمه دیگه نمیدن تو بازی به سی نمیرسیدیم دوباره همین داستان فهمیدم که آقا پاشا یاد گرفته مغزش رو خاموش کنه این نه که خنگه نه اینکه مثلا بی سواده بی توجه نه هیچ کجا نیست یاد گرفته یه قدرت اتفاقا که میتونه بشینه جلو دو ساعت برفت گوش بده یک ثانیه نفهمه چی گفتی یعنی اصلا انگار نیستی یه جوری ایگنورت میکنه باور نشه کنی گفتم من دیگه نمیدونم چیکار کنم گفتم پاشا شرمنده تام ولی از این به بعد اگر اشتباه بکنی تنبیهت میکنم چی من تو این کاری نکردم این حالا تمام این داستان اینه مغزت اسکل شده و هر وقت که این یاد بگیره به جای که شروع کنه فکر کنه راجع بهش فرار میکنه خوش خاموش میکنه میگه از که من نمیفهمم بیخیال و من باید تو رو با زور و ترس برگردونم باشا رو میگی گفت یعنی چی گفتم دوستا دیگه, دیگه دیگه من بهت فرصت میدم اگر گفتی گفتی اگه نگفتی تنبیهت میکنم بعد یه فکر کردم گفتم یه کاری میکنیم اگر درست گفتی تو منو تنبیه کن <applause> خیلی با مزه فکر کرد بابا نمیشه با هم دوست باشیم هیچ کیش که تامین نکنه گفتم پاش راست بخوام من نمیخوام به دروغ بگم چندین وقت الان ما دهنمو سرویس که یعنی مثلا 6 6 ماه ما داریم تو کار میکنیم که این تو بی ای و بی رو یاد بگیری هر رو. روز گفتم 180 روز بچه بی ای بی, ای بی گفتم من مجبورم حیونی مغزتو برگردونم به هر روانپزشکی به هر کسی این حرفو بری بزنی میگه نه نه بعد این کارو بکنی ولی گفتم گور پدر همتون مدرسه و مامان و بابا یه سنتو سن کاری بکنن دیگه باید یه کاری انجام بشه دیگه پاشا بی ای میشه به بی میشه بی ای میشه چی اشتباه گفت اشتباه گفت من یه تنبیه ملو کردمش بی ای میشه چی نمیدونم یه تنبیه ملو دیگه کردمش دفعه سوم بی ای میشه چی با بی میشه چی ب او رو بردن تو بازی هر چی بیاد میشه با حالا بی با او چی میشه با اوکی کی با ای چی میشه ک کی با ای چی میشه ک کی با, با او چی میشه کو جی جا جو آقا هر چی دیگه یهو ببین اصلا نمیتونی باور کنی 45 روز من 90 روز النا دو سه ماه هم مدرسه به علاوه یک سال قبلش مدرسه یعنی نه ماه مدرسه کرد بعد سال بعد ماه دوم سوم دیگه شروع کرد به ما گفتن بعد النا اومد تو بازی بعد من یاد نگرفت دو تا تنبی تو یه روز آقا این اصلا فولان فیساغورست شد واسه خودش همه چی یاد گرفت مدرسه دیگه من مسیج نزد الان میشینه کتاب میخونه با فاصله مثلا یه سال از اون موضوع گذشته کمتر کتاب میشینه هر روز میخونه ده صفحه بود یه قشنگ بلده اصلا همه چی یاد گرفت کاری که من با پاشو کرده بودم مغزش رو خاموش کرده بودم با این با این منطق احمقانه که میگن بچه هر چی بهش بدی یاد میگیره انقدر بهش چیز زیاد داده بودم که مغزش داشت جر میخورد بعد گفته خب که من واسه باید یه جر بخورم یا یه راه پیدا کنم که جر نخورم او راه چیه دیگه گوش نمیدم یارو چی میگه حالا یارو میتون معلم انگلیسی باشه میتون معلم فرانسه باشه میتونه چینی باشه میتونه معلم هر چی باشه دیگه گوش نمیده فقط لبخند میزنه یاد گرفته تو چشاشو میگه تو چشه قیافه که اوه اوه نپد اوه بی میشه با با بعد با این قیافه نگاه میکرد بعد ریافه میداد که یعنی من تمام وجودم دارم فکر میکنم بعد میگم میتونی باور کنی 135 روز بشینی به بچه بگی بی ای میشه با من بی کلمه چیه ب ب ب ای چیه آ میشه با 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 بکه بهش میگفتی بی ای چی میشه میگفت ب ب ب ب ب ب ب اگه نمیگفتی مثلا 20 دقیقه میگفت ب به به اینقدر ب ب ب انقدر میگفت تو درد در دیگه بابا, 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 بابا با 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 این این راه حلو که یاد گرفته بود واسه من گفتم این ویدیو درست کنم به برابکسی که قرار بچه دار بشه یا می بچه میخوان یا موضوع منو شنیده بودن از اون بفرمایید شما بعد می‌خواستن بدونن که چیکا بکنن بکنن این کارو ب... چون من خیلی به مسیزن که ما هم می‌خوام با بچه‌ها این کارو بکنیم فلان بسا بعد من یه دونه بهتون چیز بدم یه دونه پرده بهتون بدم که چی شد و بعد از اینکه الان پاشا 8 سال شده یعنی تو 6 سال که من این کارو کردم چه اتفاقی چه بلایی سر پاش اومد میگم خوب نبود و من برای مامکو دیگه نکردم برای مامکو انگلیسی شروع فوکس کردیم که انگلیسیش قوی تر بشه که می مدرسه مثل پاشا مشکل پیدا کنه به تو با بچه دیگه روش کنه فارسی و روسیش رو گوشتیم درجه دو بعد فارسیش خیلی خوب شده مامو الان به خاطر اینکه میره خونه مامو من مثلا دو روز میمونه اونا فقط فارسی حرف میزنن به خاطر این فارسیش خیلی خوب شده ولی روسیش افتضاحه چون مثلا النا شاید روزی ده دقیقه بیشتر وقت نمیذاره مثلا با بچه حرف بزنه و یاد نمیگیره روس هستی زنت روس فکر میکنی فقط مثلا از تلفن روسی حرف بزنه و نه نه هفته یه بار دو ساعت و بچه دو, دو قرم صدقش بره بچه هیچ یاد نمیگیره چون بچه بوده همش مالش باش به با روسی روسی حرف میزده و نمیدونم بالا سرش وقتی کوچولو بوده روسی آهنگ خوندیم و فیلم روسی گذاشتیم و کارتون روسی گذاشتیم هیچ تأثیری نداشته جوری که من به پاشا فارسی رو یاد دادم من هر شب میافتم تو اتاقش یه کتاب داشت تو این کتاب مثلا یه عکس داشت و من کاری که کتاب نمیخوندم اکثر ما میگم کتاب میگیرن میخونن کتاب خوندن اصلا من دیوانه چه چیز احمقانه ای من کاری که میکردم عکسو برمیگردوندم و مثلا فکر کنم یه دونه توپ قرمز بود روی میز میگفتم که این چیه بعد میگفت توپ اولش که نمیدونست ها بعد یه روز یاد میگفت توپه حالا روز دوم روز دهم که یاد میگفت توپه میگفتم این توپه چه رنگیه یعنی همون توپ می هم تو سوال استفاده میکنم که یه بار یه توپو بشنوه چه رنگیه چرا یاد میگرفت رنگم که رنگو یاد میگرفت بعد میگفتم حالا این توپه چه رنگیه میگم قرمز بعد میگفتن حالا این توپ قرمز رو چیه رو میز میزی که روش توپ قرمزه چه رنگیه هی هر چیزی رو که یاد میاد اون اکثر رو پیچیده تر میکردم توپ رو میزنی زمین کجا میره هوا میره مثلا, مثلا لازم نیست اون عکسم روش دی زمین هوا باشه تو خود همه رو بسازی بعد من با این فقط هم یه کتاب فقط هم تو صفحه مثلا 12 شفتی می کتاب مثلا 250 صفحه‌ای بود بود چقدر میشه من فقط تو صفحه مثلا 15 تا 20 رفتم همین میزدم این چیه این چیه این چیه این چیه حیوان بود سه اشیاء بود رو خیلی میگفتم این چیه این چیه این چرنگیه؟ این چیکار که خوشحاله؟ این بعد این چرشاش چرا چرنگی پاشا اینجوری یاد گرفت ولی براش خیلی سخت بود حالا اینم بگم چرا براتون جالب باشه پاشا فارسی یاد میگیره و یه جورایی به تخمش بود چون گفت مثلا نمیفهم بچه‌ها من زمان یاد میگیرم منم هرچه سعی میکردم خیلی جواب خوبی نمیدیدم ولی میدم داره یاد میگیره خیلی کوچولو کوچولو داره یاد میگیره ولی اون جواب خوبی نمیدیدم یه دفعه مکزیک مسافرت روز اول که رسیدیم اونجا ظرف یه سال زنگ زدن بابای انا زنگ زد که آقا مامانت مرد پاشو برگرد ونکوور همین جوری ها حالا ماماش نمرده بود توی بیمارستان بود ولی با بابا با چون کسخاله گفته بود مرد دیگه النا هم موقعی هواپیما گرفت رفت روز اول حالا من هشت روز موندم توی مکزیک با پاشا مامان بابای منم من هستن پاشا اونجا یه چیزی تو مغزش کلیک کرد یهو دید مامانش رفته یه جای کاملا غریبه که تا حالا نیده هیچیو سه تا آدم بالاسرش مسئولشن هر فارسی فقط حرف میزنن اونجا بود که پاشا یوهو فهمید او من فارسی رو باید یاد بگیرم اگه یاد نگیرم تو همچین شرایطی به فنا میرم پاشا از اون سفر شروع کرد فارسی حرف زدن وقتی برگ مثلا اگه من پاشا میگفتم که غذا میخوای به فارسی به من روسی جواب میداد میگفت دا این میفهمی من چی میگم ولی روسی جواب میداد از اون سفر دیگه میگفت بله یهو سویچ کرد که آقا من لازم دارم فارسی حرف بزنم حالا من خودم شخصا فکر میکنم چون پاشا مثلا به قول معروف پدر پدر بایولوژیکالش یهو ولش میکنه تو سن یه سالگی و یا زمانی طلاق میگیرن و میاد تو زندگی من پاشا اینو اکسپریانس کرده که یه نفری که بغل من همیشه و هر روز با منه یهو میتونه غیب شه تو شب پس این پاشا دیگه تا آخر عمرش این ضربه رو خورده اینو میدونه همیشه این ترس رو داره وقتی النا اون روز و غیب شد پاشا اینا رو به هم و... به نظر من, هم. من داشته پاشا اینا رو به نظر من به هم وصل کرد او بابام که غیب شد احتمالا مامان هم غیب شد پس دیگه این دعیوس الان فقط موندن این دعیوس هم که فارسی حرف میزنن پس برم فارسی رو یاد بگیرم در این حال من و خانوم, انگلیسی حرف میزنیم دنیا انگلیسی زندگی میکنیم تلویزیون فقط انگلیسی پخش میکنه باز انگلیسی یاد نگرفت چون میگم به من چه من با روسی و فارسیم خرم پول میذاره به هیچ احتیاجی به انگلیسی ندارم 5 سال مدرسه 5 سال ما با اش حرف بزنم 5 سال فیلم انگلیسی انقدر تاثیر نداشت که رفتم مدرسه اصلا چیز بود دیگه سخت بود بعد که رفتم مدرسه و من تنبیهش کردم و اینا شروع شد به چیز یه بار منم باش حرف میزدم بهش گفتم گفتم پاشون یاد نره ها تو زندگی تلویزیون شیکوندی خونه آتیش زدی زمین و گایدی دیوار و گایدی رنگ کردی شیکوندی به هم ریختی پاره کردی تا حالا من یک بار بهت گفته بودم هیچی خب فکر که گفت نه من میخوام یاد باشه تنها باری که من تو زندگی تو رو تنبیت کردم به خاطر این بود که تو داشتی یه چیزی رو تو یاد نمیگرفتی یعنی پاشا داشت به پاشا ضرر میزد و من به عنوان بابا اومدم اونجا خودم رو قاطی کردم به بد تقیین و تخمی روشش میفهمم این تنها راه حلی بود که ببینم چون دکتر و روانپزشک و معلم یه سال اول و معلم سال دوم و مامان و بابا و اینا با فاصله یک سال و نیم مشکل حل کنه با 15 دقیقه تنبیه حل شد برای همین من نوعی همیشه قبلا به کسای خصوصی و دوستان همیشه گفتم من باور دارم که تنبیه یکی از پارت های خیلی مهم تربیت ولی واقعا باید حساس استفاده شه خیلی خیلی کم باید استفاده شه به نظر من از سن 8-9 دیگه نباید استفاده بشه به هیچ عنوان برای اینکه تو اون سن بزنم به نظر من از سن کوچیکتر تاثیرش رو بهتر میذاره ضربهش رو کمتر یعنی مثلا بچه ها معمولا اونقدر یادشون نیست بزرگ شد میگه یادم یه یاد، یاد، یاد چیزی بود یه یه چیزی خاطره یادشه مموری در دوم ولی بچه ها تو سن مثلا چه میدونم 8 یا 10 یا 12 یک کاش بکنید برات میتونه سه بودی بکشتش واسه همین این, این ای اکسپرینس معمول رو بچه و من خواستم دو تا موضوع رو بزنم بیرون که یکی اینکه آقا به بچه تون پوش نکنین خوب نیست یه دانشمندم هستش حرف خیلی کار خیلی باری کرده میگه که آقا تمام انسان ها هر کسی رو بذاری تو هر کاری میتونه یاد بگیره خود یارم سه تا بچه داشته میاد سه تا بچه‌شون میکنه ورزشکار ورزش متفاوته یکی رو میکنه بسکتبال مثلا یکی رو میکنه شنا یکی رو میکنه مثلاً تیراندازی کاملا میره و هر سه تا بچه‌ش میرن المپیک اینا برای ثابت کردنش بوده که میگه ببین من خواستم هر سه بچهمو نابغه بکنم هر سه تاشون نابغه شدن یکی دختر یکی پسر یکی کوچیکی بزرگی تیراندازی شناگر بی ربط. و میگه پوینتش اینه که اگه بچه تو میخوای خیلی قوی بکنی باید یه چیز رو بهش گیر بدی بگو ما میخوام بچه‌م خواننده بشه مثل مارکل جکسون باباش بود که میخواد بچه‌ش خواننده بشه هم جن جکسون خواننده شد هم مارکل جکسون دو تا دیگه هم خواننده دارن حالا معروف خیلی نیستن ولی بازم شدن چرا چون فقط همه رو از صبح تا شب بخونین برقصین بخونین برقصین همشون هم نابغه رقصیدن و خوندن شدن حالا یکی شد اولیش یکی شد مثلا 15 همی تو رتبه ها یکی هم مثلا بقیه مثلا بالای صد ولی در هر دو بازی هم. بلکه دیگه من اینم یاد گرفتم پاشا رو فقط گذاشتم توی کلاس کاراته و مارشال آرت که فقط از نظر قوی بدنی به قوی بشه و معروف هم زورش زیاد باشه همین که دیسیپلینش بره بالا مومکور هم فقط گذاشتم کلاس آیسکیتینگ و جیمناسیک که خیلی به هم رب دارن جفتشون بلنس با وایسن اینا گفتم که خیلی همدیگه میتونن کمک کنن تو کیش معلق بعد بزنید تو کیش روی رخ روی چاقو سر بخورید مثلا گفتم خیلی شبیه همین و بزرگتر که بشه یکیشو انتخاب میکنم دیگه فقط روش مثلا من قبلا قبل از اینکه اینو بفهم یاد بگیرم که این داستان آقا هر که براتون گفتم پر... یعنی دانشمند رو قبلا من میخواستم مثلا بچه‌هامو همه چی بزنم مثلا پاشا کلاس بسکتبال میرفت کلاس شنا میرفت کلاس پیانو میرفت کلاس پینگ پونگ میرفت کلاس تنیس میرفت کلاس آشپزی میرفت کلاس انگلیسی میرفت کلاس چینی میرفت کلاس اسپانیایی میرفت میدونی ننش سرویس شد بچه انقدر کلاس میرفت هیچ کدوم هم نتیجه نداد یعنی من فهمیدم که بری رو سر بچه بچهت هیچی نمیشه ولی اگر یه چیزی رو فقط انتخاب کنی و روی اون فوکس کنی توی اون بچه نابغه میشه هم بچه تو خفن درست کردی هم به زرج ندادی هم مثل خود بنده منم بچه بودم کلاس بسکتبال میرفتم کلاس گیتار گیتار این دیگه کلاس گیتار میرفتم کلاس بسکتبال میرفتم کلاس پیانو میرفتم کلاس اورگ میرفتم کلاس سفالگری میرفتم کلاس هیپنوتیز میرفتم کلاس یوگا میرفتم کلاس کاراته میرفتم کلاس بسکتبال میرفتم کلاس شنا میرفتم کلاس تمام مدرسه اون کلاسشو داشتم کلاس کامپیوتر داشتم کلاس زبان انگلیسی مدرسه داشتم کلاس زبان انگلیسی کیشو داشتم یه دو معلم خصوصی انگلیسی دور تو خونه داشتم همه با هم ها نه که مثلا یه دو سالیم بود دو سال نه میرفتم که زمان کیش میمونم خونه یارو دیوس اونجا بود داشت با هم می چیزی کار میکرد خب من نه بسکتبالم خیلی خوبه نه گیتار خوب میزنم نه, نه شنام خیلی خوبه برای اینکه همین شدی همین تو یه خورده یاد گرفتی ولی واقعا بلد نیستی خیلی بهتر توی چیزی خیلی خوب باشی اسکی هم میرفتم کلی دیگه میگن اصلا باور نمیشه چقدر کلاس متفاوت میافت هر کلاسی که بود ما رو میذاشتن دیگه چون فهم همین این منطق بود که آقا بچه رو هر چی بهش یاد بده یاد میگیره آقا نی بچه عین خود توی دایوس میمونه فقط کوچولوتر بخور زمین دردش نمیگیره از زمین خوردن نمیترسه و دوست داره سرعت و این حرفا رو همین همونقدر کار میبری که یاد بگیره همونقدر با زحمت بکشی اینجوری نیست من پاش به پاشا. میگن میگم پاشا به فارسی می میگن لامپ آه یاد گرفتم نه من مثلا روز صدام پاش این چیه اه اه پیشونی میگن یعنی با پیشونی که اینجاست چه ربطی داره داد میدونم لا 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 مصب لامپ او لامپ لامپ خب اینجوری نیست که مثلا خب بچه های کوچولی این میشه لامپ لامپ یاد گرفتیم نه من ده بار الان مثلا دارم اعضای بدن رو بهشون یاد میدم هر روز صبح میشونم بهشون بهشون میگم این چیه این چیه این چیه, این چیه برای دو هفته که رفتم تورنتو و یه هفته قبل از گیم. من تورنتو این کار نکردم برگشتم هم مومکو هم پاشا اگه قبل از رفتن من از سی تا سوال بیس و هفته شو جواب میدادن از سی تا شد چار چار یعنی یو بیست و سه تا چیز رو یادشون رفت که بلد بودن به بچه میخواد چیز یاد بدی فقط ریپیت, ریپیت 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 یه چیز حالا بسکتبال صبح تا شب شوت میکنیم هرچی که هست همون بعد بچه ها همه نابغه میشن توی اون موضوع چون همه انسان ها ناوغن فقط بر روشون کار بشه روی چیز خصوصی واسه این سر بچه ها شروع نکنین زبون ممون که بهشون یاد ندین مکسیموم به نظر بنده سه تا زبون رو میشه کنترل کرد اگه ما هم بابا زبون متفاوت کنن توی کشور متفاوتن باشی این خیلی تراینگل قشنگیه که سه تا زبون یاد بگیری چون با بابا با فارسی حرف میزنی با مامان روسی حرف میزنی تو جامعه انگلیسی کاملا برات منطقیه هرچم کمیاری به مامان انگلیسی میگی میگی مثلا لامپ چی میشه بابا به فارسی میگم میشه لامپ میگه اوکی همین آقا من خیلی دارم میخواست برای توضیح بدم چون میدونم چندین نفر به من هر این پرسیده بودن و میگفتن که آقا زبون چی شد و زبون 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 تا توضیح دم که ببین بود همین بیبی هستی؟ همی بی چیزی برای جالب بود بپرسی ادامه اضافه کنم آره سوالی که داشتن اینه که به نظر تو مثلا یه مثلا پاشا هم یه کلاس ساز بره هم بغلش ورزشی بره چطوره نه مثلا نه باید یکی انتخاب کنی گم میزنه توش همینه یه چیز آه. یکی رو انتخاب کن آقا میخوای ساز بزنه تموم شد دیگه نمیتونه یا بسکتبال بازی کنه شب صبح مرش وسط ساز بزنه اگه بخواد هم بسکتبال رو تخمی بازی میکنه هم سازر رو تخمی میزنه تخمی شاید برای من تو خیلی قوی هم باشه یعنی من تو ببینیم پشمان بریزه ولی تو اینکه بتونه بره تو مسابقات اینکه تو دنیا کسی بشه اینا دیگه نه منظورم اونه یعنی میگی یکی رو انتخاب کنه تا خیلی... یه چیز آره تصمیم بگی من دارم میخواست پاشا تو مغز خودم الان میخوام وقتی پاشا چهارده سال شد یکی اومد جلوش اینطوری کنه یارو رو ستی بشه می من هیچی دیگه نمیخوام نمیخوام بره بعد شب خونه دختره بشینه گیتار بزنه بعد بره اونجا بگه او پیانو من پیانو هم بلدم نمیخوام این داری میخوام فقط اگر چیزی شد بگم من کارات بلدم هیچی دیگه هم بلد نیستم ولی وقتی لباسو در میاره تو عضلات رو ببینی پراکورکت بریزه وقتی داره میینه کوه این بود دو بره بالا وقتی همون دارن راه میرن تو هر چیزی که به بدنی و قدرت و باشه این میذرخشه با همون منطقم هم اگه بیاد فوتبال بازی کنه فوتبالش بهتر میشه چون کنترل بدنشو بهتر داره لگد بهتر میتونه بزنه و توی ذهنش میدونه فقط داره به تفریح بازی میکنه ولی اگه تو اینو بذاری کلاس فوتبال و کاراته چون من گذاشتمش من باباشم بعد باباشو خوشحال کنه بعد تو فوتبال میخواد زحمت بکشه از کاراتش میریزه ولی اگه کاراته داره کار میکنه میده داستان چیه باباشو خوشحال میکنه با کاراته حالا تو مدرسهش دوستش میگن پاشو میخوام فوتبال بازی کنیم هستی میگه آره به تو دروازه بهتر میپره بره تو فوتبال تندتر میدوه محکمتر شوت میکنه حالا اینا تو تو تمام ورزش میتونی دیگه بکشی وسط تو هر ورزش باشه وقتی تو یه ورزش تو خیلی خوب باشی تو همه ورزش دیگه از اوریج بهتر خواهی بود بدون اینکه هیچ کلاسی داشته باشی من تحقیقه رو که خوندم زندگی واقعی هم که دیدم تجربه شو این رایه که من پیش میبرم الان هم موقع یه کلاسه هم پاشه کلاسه هی همی 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 هم میام مثلا یه کلاس جدید پیدا کنم فلان فلان بساین هر چیزی گفتن تا ریجکت کنم گفتم نه هیچ کاری دیگه نمیخوام بکنه چیز دیگه داری سوالی واسه پیش اومد از طرف من که مثلا شاید سوال بچه ها باشه نه همین بود که مثلا آخه مثلا ساز یه وره موزیکم یه طرف به دوتاش علاقه دارم می‌خواستم اینم نظر چیه مثلا خوبه یا که ببین مغز یه دستگاه کامپیوتری تصور بکن یه پروسسوری داره حالا تو با کامپیوتر میتونی بشینی فیلم دانلود کنی تو با کامپیوتر میتونی فیلم دانلود کنی آپلود کنی تو با کامپیوتر میتونی فیلم دانلود کنی و آپلود کنی یه سی دی هم رایت کنی کامپیوتر <مپیتر> هر سه رو میتونه انجام بده ولی وقتی میگی آقا فقط فایل آپلود کن میگه 10 دقیقه وقتی میگه اینو دانلود کن اینو آپلود کن میگه 25 دقیقه وقتی میگی اینو آپلود کن دانلود کن یه سی دی هم برن کن میگه 1 ساعت و 10 دقیقه چیز فیزیکی داری میبینی داره به فنا میره میفهمی چی میگم ما هم دقیقاً همونی به فنا نمیره میگه نمیکشم آقا میخوای هم گیتاریست خوبی باشم هم کاراته باز خوب پس نه باید 10 سال تمرین کنم باید 20 سال تمرین کنم که تو 10 سال اول جفتشون رو نصفه خوب بشم تو 10 سال دوم جفتشون رو قوی خوب بشم یا نه تو ده سال اول یکیش خوب بشم ده سال دوم یکی دیگه خوب بشم ولی اگه تو بخوای بچه تو 20 سالگی تو چیزی قوی باشه و فقط یه چیز انتخاب کنی نمیتونی دوتا باشه حتما بچه های هستن که دوتا ستان هم مادرشو میرزنن زمین ها من دم راجبه میانگین انسان ها دارم صحبت میکنن بله خب آقا اینا همین خواستم بچه بهتون بگم که بدون این تجربه من استفاده کنید چون این تجربه بود که 100 هزار دلار پول خرج شد ساعت ها وقت صرف شد سال ها انتظار صرف شد شما با فاصله سی دقیقه نشستن در حال تخم خوردن اینو یاد گرفتین اگر این خوب نیست تو هم بگو چی خوبه جکس